به تبع اینجا به اینجا که رسید کار، مولانا میخواد حالا جان رو توضیح بده. توضیح جان قبلا هم بوده، به خصوص در دفتر دومه که ما امروز اون چند بیت هم از دفتر دوم میخونیم، چون خیلی مهمه و بهتره بریم اول اونو بخونیم، چون اون ابیاتش خیلی به اصطلاح اساسی تره. در دفتر دوم بیت 3325، بله بله 3325 میفرماید، جان رو میخواد توضیح بده، میگه جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر. پس فزون از جان ما جان ملک، کو منزه شد ز حس مشترک. و از ملک جان خداوندان دل، باشد افزون تو تحیر را بهل. زان سبب آدم بود مسجودشان، جان او افزون تر است از بودشان. یعنی برای همین افزون بودن جان هست که آدم مورد سجده فرشته ها قرار گرفته، یا خداوند بهشون، به فرشته ها گفت بهشون سجده کنی، ورنه بهتر را سجود دونتری عم کردن هیچ نبود در خوری. و خلاصه که آخرش میگه جان چو افزون شد، گذشت از انتها، شد مطیعش جان جمله چیزها. خب حالا ببینیم چیه این جان، چیه حرف. حرف این است که مولانا میگه جان نباشد جز خبر در آزمون، و هر که را افزون خبر جانش فزون. آزمون چیه؟ اتفاقات این دنیا که میفته. خب هر اتفاقی که میفته، ما از این اتفاق یک تجربه، یک دانشی، یک دانستگی بهمون اضافه میشه. بهتر وقتی ما بچه ایم 0 کیلومتر به دنیا که میایم، هیچ خبری در ما نیست. رفته رفته با 5 حسمون شروع به ثبت و ضبط اتفاقات دورمون میکنیم. همراه با این اتفاقات یه سری، یعنی همراه با این حواسمون یه سری هم اون بود احساسیمون اطلاعاتی به اینا اضافه میکنه، به این ورودی ها. تمام این اطلاعات در ما به صورت یک پرونده یا فایل تحت یک عنوانی ذخیره میشه و رفته رفته با رشد ما این فایل ها تعدادشون بیشتر بیشتر میشه. مجموعه این اطلاعات، این فایل ها جان ما هستن. Thank you.